وقتی میای اینجا اول از همه شیرای مغروری رو میبینی که با افتخار و رنگای خالصشون روی صفحه کتابای خطی دارن راه میرن. شیرای کوچولویی که حالا نقش فرشای عریض و طویلی شدن. خودت میگه ای بابا این شیره که غمی ندارن، با این همه شکل و رنگ دارن کنار هم زندگی میکنن. تازه من شنیدم که اینا همه جای دنیا رو هم دیدن. دست پرویز تناولی هم که بهشون خورده، مگه زندگی بهتر از اینم میشه؟ ولی خوب که نگاه میکنی قفل ها رو میبینی، قفص ها رو میبینی. یا مثلا شیری که دندوناش رو بعد غذای خوشمزهی که خورده تمیز کردن، به جای گوشت هم مش سویا میدن. بالاخره بدنش به پروتئین احتیاج داره دیگه، گیاهخوار شده و حالا مثل یه سقاخونه محکم سر جاش وایساده، وایساده تا به حرفای مردم گوش بده. ولی حرفای خودش چی؟ یا مثلا اون 5 تا شیر که دوستی خروسا رو به سایه بزرگشون ترجیح میدن. ولی بقیه چی میگن؟ آخه مگه داشتیم تا حالا خروس و شیر؟ از قدیم گفتن شیرا با شیرا، خروسا هم. ای بابا اصلا ولش کن. شما این همه شیری که تو قالب یه عالمه حیوان دیگه قایم شدن رو نمیبینی؟ فکر نمیکنی با خودت چرا؟ به نظرم این شیرا ترسیدن. خیلی هم ترسیدن. از اینکه شکار بشن ترسیدن. با خودشون میگن اگه من شیر ایرانی با این همه یال و کوپال نبودم، شن منو شکار نمی کردن، شن منقرض نمی شدم. شیرای اینجا ناراحتن، غم دارن. میشه به زور تغییرت بدن، تو قالب و نقش دیگه ایجاد بدن و تو خوشحال باشی؟ نه، هیچکی اینجوری خوشحال نیست. حتی شیرای پرویز تناولی در موزه هنرهای معاصر.